بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وأسوتنا وقائدنا وقرة عيننا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وصحل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا رب تو چنان کن که راه حق پویم، در راه حقیقت روم و حق جویم. از لغزش و از خطا نگهدار مرا، نگذار که یک کلام ناحق گویم. یا رب تو مرا به سوی حق راه نما، بر کسب رضای خود هوا خواه نما. آگه نیم سود و زیانم در چیست، بر سود و زیان مرا تو آگاه نما. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خالق عزوجل، و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام وعلى آله وصحبه الكرام، وبا عرض السلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که در خدمتون هستم، ان شاء الله آنچه را که مورد رضای خداوند است و برای اصلاح قلوب و افکار و اعمال و خانواده و جامعه من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به درستی، به خوبی، به نیکی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن، سخن خداوند است و بهترین رهنمود، رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند، سخنی که همه بشر در قیامت بر معیار این کتاب داوری خواهند شد، سخنی که تنها حجت آسمانی بر زمین است که به زبان آسمانیش و دست نخورده باقی مونده و از روز اول همه بشر مخاطب قرار داده، مخصوص قوم و فرقه و طایفه خاصی نیست، بر همه انسان هاست.
و بازیگران دینی هم به خصوص روحانیت مزور مدعی تشیع که معتقد به تحریف این کتاب است با هیچ کتابی مثل این کتاب بازی نکرده، اما این کتاب مانیفست موحدانه، کتاب راهنماشونه. رسیدیم به سوره اعراف. امروز جلسه دوم بود، بر آیه دوم میگذرانیم. تلاوتش را یکی از بلبلان حرم بشنوی و بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا کتاب انزل الیک فلا گویا که مشکل فنی هست. کتاب انزل الیک فلا یکون فی صدرک حرج من لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. کتابی بزرگ از خداوند جود بیامد به تو ای محمد، بیامد فرود. اگر اونطوری که آخوند شیعه به دروغ و به تزویر ادعا میکنه که امامت بالاتر از نبوته، و چرا کتاب را علی نفرستاد؟ ببینید تک تک آیه های قرآن زده اعتقاد امامت و وصایته. کتابی بزرگ از خداوند جود به تو ای محمد بیامد فرود. از انکار مردان باطل پسند مبادا تو را سینه گردد نژند. کنون مردمان را ز روز جزا بترسان و از خشم یکتا خدا. فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. به مردان مؤمن بشارت بده، ز مجد بساطی بر ایشان بنه. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه. موضع‌گیری بشر نسبت به رسالت های آسمانی همیشه دو نوع بوده غالبا، یا مؤمن یا کافر. و اگر کافران منافقان را جزو دسته کافران هم حساب بکنید، یعنی یا قبول یا عدم قبول. گویا که خداوند سبحانه و تعالی در این آیه اشاره می فرماید، در این آیه سوره اعراف، که بشر وقتی که بهشون رسالات های آسمانی می رسه به دو گروه تقسیم می شن. یک گروه ایمان میاره، یک گروه کفر می بارزه. یک دسته با خوشنودی اونو قبول میکنه، دسته دیگه
باش مخالفت میکنه، تکذیب میکنه. این شأن زندگی است، درش حق و باطل هست، درش خیر و شر هست، درش توحید و شرک هست، درش زیبایی و زشتی هست، درش عدل و ظلم هست، درش احسان و اساءه هست. همه صفات منفی رو، صفات اهل شرک، اهل کفر، اهل ضلال و همه صفات مثبت و صفات اهل ایمان، صفات اهل اسلام، صفات اهل توحید در اینجا نمایانگر میشه. چطور وقتی که یک حادثه در میان من شما، یک حادثه بزرگی رخ میده، جامعه دو قسمت تقسیم میشه؟ رسالت ها بزرگترین حوادث تاریخ بشری هست. وقتی که میان مردم به مؤمن و کافر، به باورمند و ناباور تقسیم میشن و یقول الذین کفروا لست مرسلا، همچنان که سوره رعد آیه 43 میخونیم، کافران میگویند که تو پیغمبر نیستی، تکذیبش میکنند. علتش چیه؟ برای اینکه مردم عموما نمیخوان جلو شهوت هاشون رو چیزی بگیره، یک انضباط باشه، یک پیام باشه، امر و نهی باشه، میخوان بدون امر و نهی، بدون تعلیمات، بدون توجیهات، بدون ارزش ها، بدون مبادئ حرکت کنن. مثل چارپایان غریزه هاشون اونها رو به حرکت در بیاره. همه جستشون اینه که چطوری غریزه هاشون رو برآورده بکنن، به هر راهی شده، به هر قیمتی شده، به هر اسلوبی شده، هیچ مانعی در جلوشون نباشه، نه دین، نه اخلاق، نه حیا، نه خشیه، هیچ. ولذا مردم در مقابل رسالت های آسمانی موضع میگیرن. یک گروه مؤمن، یک گروه کافر، یک گروه عادل، یک گروه ظالم. و تا امروز هم اینطوریه. مؤمنان، خداپرستان، کسانی که جستجوی حق و حقیقت میکنن، رسالت و توحید و خداپرستی رو قبول میکنن، ایمان میارن، تصدیق میارن، گریه میکنن و با این ایمان سعادتمند میشن. غیر مؤمنان تکذیب رسالت میکنن یا امامت به جاش میتراشن، منافقی به خرج میدن، مسخره میکنن، مخالفت میکنن. ورزا خداوند و پیغمبرش میفرماید کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه، این کتابی که برات نازل شده در دلت هیچ حرجی براش نباشه، لتنذر به، تا با این کتاب هشدار بدی به کی؟ به کافران، به مشرکان، به تکذیب کنندگان، به منافقان، به مسخره کنندگان، به مخالفان. و دعوتگرانی که به راه پیغمبر میرن هم همه اینها رو باش مواجه میشن. لتنذر به و ذکر للمؤمنین، یادبودیست برای مؤمنان، یاداوریست برای مؤمنان. یعنی چی؟ شما وقتی شهری میرید، مهمترین آثار اون شهر رو ببینید، بعد از چند سال وقتی عکسش رو ببینید میگه این فلان جای من دیدمش، یاد بود اینه، یه چیزی که شما اینو دیدید میشناسیدش، لیکن سور عکسش رو که دیدید شما رو به یاد اون میندازه. ولذا خداوند عز و جل وقتی ارواح و قبل از اجسام ایجاد کرده، قبل از این تصویر جسمی در عالم ازل، در عالم زر، آدم اول، خداوند ارواح من و شما رو ایجاد کرده. به ارواح چی فرموده؟
همچنان در سوره اعراف بعدها آیه 172 میخونیم: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. یاد بیاور آن هنگام که پروردگارت از بنی آدم، از پشت بنی آدم، از ذریهشون همشونو عهد و پیمان گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتم چرا؟ این عالم ازده، عالم ذره، عالم ارواحه، هنوز جسم ها وجود نیومده. وقتی که همه من و شما مجرد از جسم بودیم، روح بودیم فقط، اون موقع خداوند از من شما پیمان گرفته. الستو به رب بکن، آیا من پروردگارتون نیستم؟ قالو بلا. چون این عهد و پیمانی هم در عقل، هم در فطرت و هم رسالات های آسمانی بهش اومده. معنی سخن چیه؟ اینکه تو انسان در اصل خلقتت مؤمنی، در اصل سرشتت مؤمنی، بر حسب ارزش های عقلیت مؤمنی، با اون چی از خصایص و ویژگی هایی که خداوند درت به ودیعه نهاده مؤمنی. وقتی که دعوت بهت میاد، مثل اون یاد بودی که انسان یادش میاد، یاد گذشته میفتی. و از هر جا که در قرآن کریم کلمه یاد بود یا ذکرار میخونید، معنیش اینه که شما ای انسان ها بالفطره مؤمن هستید. مؤمنید با این عهدی که در روز ازل با خداوند بستید. وقتی که رسالت آسمانی بهت میاد، یاد اون روز میفتید که با خودت عهد و پیمان بستید. لتون ذرابهی، با این کتاب هشدار بدید به کی؟ به تکذیب کنندگان، به اونهایی که از راه خدا دورن، به مشرکان، به اونهایی که شهوت و بر عبادت ترجیح دادن، به اونهایی که شهوت امامت که گوساله طلایی بنی اسرائیل و اینجا خمس براشون در میاره، بر رسالات و بر توحید ترجیح دادن، به اونهایی که خصوص دنیوی رو بر ارزش های معنوی ترجیح دادن، اونهایی که جایگاه راستین پیش خداوند رو نپذیرفتن، مقعد صدقین عند ملیک مقتدر، همچنان در سوره قمر هست 55، جایگاه راستی پیش با پروردگار توانا، دنیا رو انتخاب کردن، شهوت رو انتخاب کردن، مطع رو انتخاب کردن، خمس و امامت و قبر پرستی رو به جای خدا پرستی و شاعر راستین دین انتخاب کردن، دنیا رو بر دین ترجیح دادن. اینها و کافران اصلی رو یا مشرکانی که پرده دین پوشیدن، همه اینها رو انذار بده از سرانجام کفرشان، از سرانجام شرکشان، از سرانجام تقصیرشان، از سرانجام معاصیشون، از سرانجام انحرافاتشون که از راه راست منحرف شدن، از راه توحید، از راه سنت منحرف شدن. وقتی چنین بکنید، وقتی چنین اونا رو تذکر بدید به اون چی که در عالم ازل خداوند در فطرتشون گذاشته، یادشون خواهد اومد. لتون ذرابهی و ذکر آل المؤمنین، تا هشدار بدید و تذکری برای مؤمنان باشه. رسالت یعنی چی؟ یعنی که خداوند، یعنی که یک مرسلی هست، یک فرستنده هست. فرستنده کیه؟ خداونده جل جلاله. یه مرسل الیه هست. برای کی فرستاده شده؟ بر پیغمبر علیه الصلاة و السلام.
و یک مرسل الیهم هست، پیغمبر برای کی فرستاده شده؟ برای بشر. خب موضوع رسالت چیه؟ قرآن، کتاب، و ما فرستنده داریم، یک پیامبر داریم، یک پیامبر برای کسانی که فرستاده شده، یکی موضوع رسالت قرآن باشه، پیام خدا باشه، خاتم الکتب باشه، راهنمای زندگیمون باشه، راه سلامتمون باشه، راه سعادتمون باشه. وقتی اینجا میرسه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. از امامت باز خبری نیست، از امامت دروغین شیعه باز خبری نیست. ولی ادیک راشید الا اهل ایمان طاعت کنید، اصول خدا را رعایت کنید، اطاعت نمایید آنچه خدا به رحمت فرستاده سوی شما، جز ایزد مگیرید یاری و دوست، که یزدان یگانه رفیق و نکوست. چرا نمیگه امام از امامت حرف نمیزنه؟ نمیگه امام مولای تونه، امام همه کاره تونه، آسمان پف کنه باید میبردش؟ میگه از قرآن پیروی کنید. مثالی عرض کنم خیلی ساده، شما وقتی که یه دستگاه بسیار دقیق رو میخرید، مفید، دستگاهی که ترکیبش هم پیچیده و معقده، لیکن شما کتاب راهنما دارید، با این کتاب راهنما میتونید اونو بخونید، میتونید ازش کار بگیرید. شما چون به این دستگاه خیلی اهمیت میدید که سالم بمونه، خوب کار بکنه، اولین کاری که میکنید می کتاب راهنماشو میخونید، تک به تک اون چرا کتاب راهنما به شما دستور داده عمل میکنید. اما تو ای انسان، پیچیده ترین دستگاه در این هستی هستید که سازنده از صانعت خداونده، و خداوند صانع و حکیم کتابی برات فرستاده که راهنماته، کتاب راهنماته. بنابرای انگیزه محبتت به ذاتت، به سلامتیت، به کمال وجودت، به حب استمرارت، باید این تعلیماتی را که در این کتاب راهنما هست انجام بدید. رفتار خودتو نگاه کن. وقتی شما یه ماشین میخرید چطوری یاد میگیری که کجا ترمز بزنید، کجا روغن عوض بکنید، چطوری این ماشین ازش استفاده بکنید، کجا بنزین بذارید؟ هی هر چقدر ماشین گرونتر باشه شما سعی میکنید که اونو بهتر نگه دارید. ورزا راهنمای خدایی اینه که اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. تو ای انسان که پیچیده ترین دستگاه این هستی هستید، اون چرا که از طرف پروردگارتون براتون اومده پیروی کنید. خود کتاب به قوه، این کتاب قوت بگیرید، بلکه از پیش خداوند علیم و خبیره. ولا ینبئک مثل خبیر، هیچ کسی مثل خداوند خبیر به شما رو آگاه نمی کنه. شما وقتی که در یک زمین پر از مین راه میرید، پر از مواد منفجره، وقتی میبینید که یه تابلو نوشته که مواظب باش اینجا زمین مینه، ممنوع تجاوزه، آیا بر کسی که این تابلو رو نوشته شما ناراحت میشی ازش یا ازش تشکر میکنید؟
آیا میگید که چرا این تابلو جلو آزادی منو گرفته؟ بلکه این تابلو که بهت میگه اینجا نرو، راه دیگه برو، این راه درسته، این راه نادرسته، این ضامن سلامتیته. من و شما رو خداوند خلق کرده، له الخلق، آفرینش از آن اوست، و له الامر، له الخلق و الامر، پس دستور هم از آن اوست. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم خدایی را بپرستید که شما را خلق کرده. اون ذاتی که مستحق عبادت و اطاعت خداونده. معبود راستین جز خدا نیست، ولذا تنها از او پیروی کنید. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، به خاطر سلامتیتون، سعادتتون، امنتون، رشدتون، توفیقتون، یاریتون، به خاطر همه اینها از آنچه که خداوند براتون نازل کرده از آن پیروی کنید. معقول نیست که او خالق باشه و شما از امر کسی دیگه پیروی کنید. پس چرا شما رو خلق کرده؟ برای دیگران؟ شما او خلقتون کرده، شما رو تحویل امام رضا داده، تحویل قبرها داده، تحویل مرده ها داده. ولذا در آثار قدسی هست که انی والانس والجن فی نبأ عظیم، من و جن و انس در این خبر بزرگی هستیم. من خلق میکنم، غیرم عبادت میشه، روزی رو من میرسونم، از دیگران تشکر میکنن، خیر من به بندگان نازله، شرشون به طرف من میاد، من به نعمتهایم با اونها دوستی میکنم، اما من بهشون اصلا نیازی ندارم و اونها با گناهانشون خشم مرا میخرن و اونها به من محتاجترین چیز هستن. اینی والجن والانس فی نبأ عظیم، من و جن و انس در این خبر بزرگی قرار داریم. و من اقبل علی منهم تلقیته من بعید، کسی از اونها که از به طرف من بیاد، از راه دور اونو قبول میکنم. و من اعرض عنی منهم، کسی از اونها که از من اعراض بکنه، از نزدیک صداش میزنم. اهل ذکری اهل مودتی، اونهایی که ذکر مرا میکنن، نه ذکر علی را، ذکر امام را، ذکر مخلوقات را، حسیس میکنن، هوهو میکنن، مثل مجنونان شیعه و صوفی شیطان دیوانشون کرده. اهل ذکری اهل مودتی، اونها که یاد من میکنند اینا دوستان من هم. با نماز، با احکام شرعی. اهل شکری اهل زیادتی، اونهایی که از تنها از من سپاس میکنند به اونها بیشتر میرسونم. اهل معصیتی لا اقنطهم من رحمتی، کسانی که گناه نافرمانی من میکنند، گناه میکنند، اونها رو از رحمتم ناامید نمیکنم. این جمله خیلی مهمه. ان تابوا فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم، اگر پشیمان شدند، توبه کردند، من دوستشون هستم، و اگر توبه نکردند، من پزشکشون هستم، علاجشون میکنم. کدومی که بهتره؟ دوستی خدا رو قبول کنیم و توبه کنیم و بازگردیم به طرفش، یا با تیغ جراحی لازم داریم؟ اگر توبه نکنند، من پزشکشونم، طبیبشونم، معالجشونم. ابطلیهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعایب، اونها رو با مصیبت ها مبتلا میکنم تا از عیبه ها و گناهان پاکشون کنم و هیچ مصیبتی علکی نمیاد، نه بر فرد
نه بر خانواده، نه بر جامعه، نه بر امت. الحسنات عندي بعشرة امثالها وازيد. نیکی پیش من ده برابر و بیشتره و بدی به من پیش من به اندازه خودشه و عفو و میبخشم و من به بنده ام از مادر به فرزندش مهربانترم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیل ما تذکرون. اون چرا که از پروردگارتون بهتون نازل شده پیروی کنید. اگر قابل فهم نبود طور که خمینی میگه چرا میگه پیروی کنید؟ اگر سوپرمن شیعه که امام زمانی که دروغی بیش نیست قرآن برده با خودش چطوری خدا میگه ازش پیروی کنید؟ نمیدونست که امام زمان قرآن میدوزه میبره تو چاها؟ مسخره چی آخه؟ اون چرا که من شما باید پیروی کنیم قرآنه، همین کتابی که شیعه میگه تحریف شده، میگه امام زمان بردش با خودش، میگه قابل فهم نیست و به لطایف الحیال به اشکال گوناگون این کتاب میخواند از آخوند رافضی برای که دکاناش بسته نشه این کتاب میخواند از میدان خارج کنه، به جاش رساله بذاره، امامت بذاره، ولایت بذاره. امامی که بودی تابع دین شده اکنون خدا و اصل آیین، امامت گشته اصل این زلالت به دست مفخران اهل بدعت. که دانا این قلوب را فاش کردی، 200 عالم نما پرخاش کردی، به قول آیت الله برقی خدا رحمتش کنه. من شما باید از قرآن پیروی کنیم اگه مسلمانی، از فرهنگ های بشری الهادی نفس پرستی که همشون باطله، دور باشیم. قلیل ما تذکرون یعنی یادتون بیاد اون عهدی رو که بین من و بین شما بود در روز عرست، در روز ازل. فاما یاتینکم منی هدا فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا. طه 123. اگر هدایت من به طرفتون بیاد، هر کسی که از هدایتم پیروی کند، از کتابم پیروی کند، گمراه نمیشه و به شقاوت نمیرسه. یعنی عقلش گمراه نمیشه، نفسش به شقاوت نمیرسه. یا در سوره بقره 38، فمن اتبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که از هدایتم پیروی کنه نه ترسی داره نه حزن و نه غمگین میشه. حالا این دعایی رو با هم جمع کنیم. کسی که از هدایت خداوند از قرآن پیروی کنه، از رسالت پیروی کنه، عقلش گمراه نمیشه، نفسش به شقاوت نمیرسه و از گذشتش پشیمان نمیشه و از آیندهش نمیترسه. خب از سعادت چی مونده؟ عقل انسان سالم بمونه، نفسش به سعادت برسه، بر گذشته پشیمان نباشه، بر آینده ترسی نداشته باشه. مبنای سعادت همین هاست. ولی وقتی که آدم علیه السلام علیه و نبی صلی و السلام در بهشت بود، خداوند درس بلیغی رو بهش داد و فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. هر وقتی که هدایتی از من به طرف شما میاد، هر که از این هدایت پیروی کنه گمراه نمیشه و به شقاوت نمیرسه. اما بشر شانش اینطوریه، عادتش اینطوریه، وقتی قوی باشه دیگران پیرو خودش میکنه. در همه دنیا میتونه، در شرق، در غرب،
یکی به نام کمونیستی، یکی به نام سرمایه داری، یکی به نام تقدیس فرد، یکی به نام تقدیس جامعه، هر. اما خداوند عز و جل برای من شما دینی فرستاد که نه شرقیه نه غربی، آسمانیه، الویه. ولی زمان شما حق نداره بگیم که اسلام مطابق اینه مطابق اونه. اسلام چیز مستقلیه از پیش خالق آسمان ها و زمین، و انسان با وجودی که خداوند در فطرتش موافقت تمام با خداپرستی قرار داره، با این حال بر انسان منت گذاشته، رسالت ها فرستاده، بین مدت تا مدتی قبل از خاتم الانبیا رسالت می فرستاد. مردم که ضعیف می شدن رسالت گذشته کهنه می شد، خداوند رسول دیگری می فرستاد. و تا اینکه نوبت به ختم نبوت رسید. ولی هر نسلی از من شما مکلفیم که اصل هدایت را، اصل رسالت را، اصل توحید را دست نخورده به نسلهای بعدی رسونیم. در اینجا یه نقطه ای هست که انشاءالله اینو بعدا در جلسه دیگه ادامه میدم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.